حسین علی نگرانم، هی میگی نصف شبی سیگار نکشم، هی میگی اتاق پر دود شده، اما من نگرانم. این سیگار رو میکشم شاید آرومتر شم. آقای منتظری ببخشید مزاحم خوابت شدم، شما تو این سالها بنده رو شناختی؟ تو این سالهای زندان که با هم بودیم منو شناختی؟ من راضی به اذیت کردن احدی نیستم، ولی آقا نگرانم. این مردم دارن اسم من و تو رو صدا میزنن، اسم مصدق و خمینی رو میارن، اینا دارن انقلاب میکنن. آقا من میترسم، آقای منتظری میترسم فردا روز اینا انقلاب کنن، شاهو بیرون کنن، بیان سراغ من و تو. حکم عمیقی به سیگارش میزند و با حوصله بیرون میدهد. صدای هم همه، صدای شعار مردم، صدای انقلابیون از دور دست در گوشش میپیچد. چرا متوجه نیستی برادر من؟ شاه میره، مردم به من و تو مراجعه میکنن، بلد نیستی مملکت داری را، همین یک ذره دینی را هم که دارند از کف میدهند این مردم بینوا. سوال: این جملات کی خطاب به حسین علی منتظری گفته شد؟ و جواب: 1357، ماهایی قبل از انقلاب. کجا گفته شد؟ جواب: زندان قصر. و چه کسی این سخنان را بر زبان آورد؟ سید محمود طالقانی، کسی که ما در دقایق آتی و در این قسمت از مورخ رفتیم سراغش، سراغ داستانش. سلام، من احمد هاشمی هستم و اینجا پادکست مورخه. بریم ببینیم چی شد. به سنت همیشگی تیم مورخ، منابع این قسمت رو خدمت شما معرفی میکنیم. اول، کتاب 275 روز بازرگان اثر مسعود بهنود، و دوم، کتاب روزی مردی برخاست اثر محمد رضا محمدی پاشاک. و اینجا یادآوری کنم در انتهای این قسمت هم ویدیوهای ارسالی از طرف شما خوبان، مخاطبان نازنین تیم مورخ رو با هم خواهیم دید. حالا بریم در دل تاریخ. میگن انقلاب فرزندان خود را میبلعد، اما سید محمود طالقانی انصافا نه فرزند انقلاب که پدر این انقلاب بود، از پدران آن بود. شایسته ترین فردی که میشد بعد از اون انقلاب لقب پدر رو داد شاید سید محمود طالقانی بود. از فدایان اسلام و نواب صفوی گرفته تا مجاهدین خلق، از روحانیون مبارز گرفته تا دانشجویان معترض، از مصدقی ها بگیر تا ملیگره ها تا مؤتلفه اسلامی و طرفداران کاشانی، اینها همه و همه با محمود طالقانی نشست و برخاست داشتند و به طالقانی احترام میگذاشتند. برای طالقانی شأن پدری قائل بودند. حتی زمانی که محمد رضا شاه پهلوی به بختیار پیشنهاد نخست وزیری داد، شاپور بختیار پیش از قبول کردن این پیشنهاد رفت محضر سید محمود طالقانی، از او مشورت خواست. گرچه طالقانی اون زمان به او گفت نکن برادر من، نکن، و او کرد. اما به هر حال طالقانی همه این گروه ها رو کنار خودش داشته و اونها هم همواره پدر طالقانی رو دوست داشتند. به این توجه کنیم، زمانی که طالقانی درگذشت، گروه چاوش به خوانندگی شهرام ناظری قطعه پدر رو برای او خوند که نشون بده چطور همه انقلابیون طالقانی رو همانند یک پدر عاشقانه دوست می داشتند. ما در دقایق آتی درباره پدر طالقانی به ذم گروه هایی که ازشون نام بردم سخن خواهیم گفت و سعی میکنیم به این سوال پاسخ بدیم که راز محبوبیت سید محمود طالقانی چه بود؟ خب سفر کنیم با هم به 1289 شمسی. کجا؟ روستایی به نام گلیارد نزدیک طالقان، جایی که سید محمود طالقانی در آن متولد شد. پدر طالقانی یک روحانی مشروط خواه و هواخواه سید حسن مدرس بود که یک نکته مهم داشت. او زندگیش رو از راه طلبگی اداره نمی کرد. شغل او طلبگی نبود، پاکت نمی گرفت. او ساعت ساز بود. این یک
یکی از تفاوت‌های محمود طالقانی و به این توجه کنیم که محمود طالقانی بسیاری از خصلت‌های پدر رو به ارث برد. محمود طالقانی همونجا میره مکتب و 8 ساله بود که مهاجرت می‌کنند به تهران. اما طالقان روی فامیلیش باقی میمونه و البته روی روحش. هر بار او در زندگی خسته میشد به همون روستایی پناه میبرد که درش متولد شده بود، همان روستایی که سالهای کودکی محمود رو به خاطرش می آورد. کمی بیایم جلوتر، 1310 سید محمود نوجوان به توصیه پدر راهی قم شد تا در مدرسه رضویه درس طلبگی بخونه. حالا از کدوم دوره سیاسی ایران زمین صحبت میکنیم؟ زمانی که رضا شاه پهلوی داره روز به روز قدرت میگیره و قدرتمند تر میشه. در واقع طالقانی تو همین ایام پدرش رو از دست میده و بعد از فوت پدر بیشتر به درس طلبگی میچسبه و پله های ترقی رو در حوزه طی میکنه. حتی مدتی هم سفر میکنه و در حوزه نجف درس طلبگی رو ادامه میده. اینجا شروع داستان سید محمود طالقانی است. ۱۳۱۸ طالقانی برای اولین بار زندان رو تجربه میکنه. زمانی که بگیر و ببند کشف حجاب رضا شاه شروع میشه، یه آژانی رو میبینه روزی آقای طالقانی که گیر داده بود به یک خانومی که چرا چادر سرته، باید زوری در بیاری. آقای طالقانی به هواخواهی آن خانوم وارد اون معرکه میشه یه جورایی و نتیجه دعوا، درگیری، انتها حبس. او محکوم میشه به 2 ماه زندان و 60 تومان جریمه نقدی و شاید یکی از نقاط عطف زندگی او همین 2 ماه زندان بود. دوران زندانش کوتاه بود اما بسیار تاثیرگذار شد در زندگی طالقانی. چرا؟ چون در این دوران 2 ماهه با سران حزب توده معروف به 53 نفر آشنا شد ایشون. به خصوص در این سران با تقی ارانی بسیار رابطه خوبی پیدا کرد محمود طالقانی در حبس. گفتیم طالقانی به خاطر دفاع از حق پوشش افتاد زندان. اساساً مشی زندگی طالقانی اینجوری بوده که مخالف هر نوع اجباری در پوشش بوده در تمام طول زندگیش و جالبه تو این مسئله اصلا تعارف نداشته. خود ایشون هم تو خاطراتش و هم تو اظهار نظرهاش به این مسئله بارها اشاره کرده. یه خاطره جالبی هست از آقای طالقانی در این رابطه، اینجا خالی از لطف نیست عرض کنم بنده. میگن بابای طالقانی با بابای جلال آل احمد نویسنده مشهور پسر عمو بودن. این رابطه باعث شده بود که جلال و سید محمود طالقانی هم به هم بگن پسر عمو. به هر حال این دو یه بار همدیگر رو میبینن و ظاهراً این دیدار تو مسیری بوده که داشتن میرفتن طالقان با هم. آقا جلال اون موقع از طرف باباش طرد شده بود. چرا؟ چون زنش سیمین دانشور که ایشون هم نویسنده قابلی است بی‌حجاب بوده، حجاب نداشته. از آقای طالقانی، از آقا محمود میپرسه که پسرمو شما معتقدی من کافرم؟ زنم حجاب نداره، کافرم کافره؟ آقا محمود میگه آقا بنده کتاب خسی در میقات تو رو خوندم جناب جلال آل احمد. پسرم جان زمانی که این کتاب رو خوندم هوس کردم دوباره برم حج. شما خیلی هم کار درست قربونت، کافر بودن و مسلمون بودن به این چیزای ظاهری نیست. و به این هم اجازه بدی توجه کنیم، تا زمانی که سید محمود طالقانی در قید حیات بود رسما اعلام میکرد در رابطه با حجاب اجباری در کار نیست آقا جان. و این نکته مهمی است که اون زمان، البته تا زمانی که ایشون بود، هیچ کس رو حرفش حرفی نمیزد. وقتی میگفت اجبار نیست، اجبار نبود. در واقع پس از درگذشت سید محمود طالقانی بود که در جمهوری اسلامی رسما حجاب اجبار شد.
برگردیم داستان. زمانی که محمود طالقانی از زندان آزاد شد، با همسر اولش خانم بتول یه خونه اجاره میکنن سمت منیریه تهران. کمی بعد صاحب اولین فرزندشون میشن. اجازه بدید کمی نازک شیم رو زندگی شخصی آقای طالقانی. واقعا زندگی عجیبی داشته ایشون. سال 1316 ایشون با بتول اعلایی ازدواج میکنه، همسر اولش. اما چند سال بعد و در 1321 طالقانی یک زن دیگر هم میگیره به نام تورا معتزدی طالقانی و در مجموع دو همسر و 10 فرزند داشته ایشون. همسران آقای طالقانی تو یک خونه زندگی نمی کردن. البته علی شریعتی یه جایی به شوخی به طالقانی گفته بود بتول خانم و بچه هاش تو خونه پیت شمرون، توران خانم و بچه هاش تو خونه شمرون و تو وسط این دو خونهی تو زندان قصر زندگی میکنی. شاید بشه گفت این دو جمله و این چند جمله اجرایی کل زندگی محمود طالقانی بود، حداقل تا انقلاب 57. برحال توران معتزدی طالقانی 6 ماه قبل از آقای طالقانی در 1357 و بتول علایی همسر اول آقای طالقانی 1386، 28 سال بعد از آقای طالقانی فوت میکنند. خب به خط داستان برگردیم. داستان سید محمود طالقانی. طالقانی تا روزگار جنگ جهانی و عزل رضا شاه پهلوی فعالیت‌های سیاسی زیادی نکرده بود در زندگیش. البته نمیشه گفت اصلاً فعالیت نکرده بود. مثلا سر نگاه سیاسی با حوزه علمیه اختلاف داشت ایشون و همینم باعث شد 1318 از حوزه علمیه کلاً اومد بیرون. اما به هر حال باید به این سوال پاسخ بدیم که چطور شد که آقای طالقانی مسیرش خیلی جدی افتاد به سیاست. تا حدودی میشه پاسخ داد. پدر آقای طالقانی یه رفیق خیلی جدی داشت، رفیقی از ترک‌های شناخته شده تبریز، و آقا محمود هم با پسر این رفیق بسیار رفیق بود. در واقع رفیق گرمابه و گلستان بودند، یک عمر رفاقت کردند با هم و همه به می‌دانیم که رفاقت‌های طولانی باعث چی میشه. دو نفر روی هم تأثیر می‌ذارن، آن هم عمیق. اینجا این اتفاق افتاد. هر دو رفیق، محمود و مهدی، روی هم تأثیرات عمیقی گذاشتند. از کدام مهدی صحبت می‌کنیم؟ همه به می‌دانید، مهدی باز درگان. کسی که ما پیش از این یک قسمت اختصاصی در مورخ از او صحبت کردیم. پیشنهاد میکنم ببینید، بشنوید، لذت ببرید، مکمل بسیار خوبی است. به هر حال این دو نفر تصمیم میگیرن یک کانونی با هم راه بندازن برای آموزش دینی به بچه‌های دانش آموز. این شروع مسیری بود که نهایتاً شد سیاست. و این کانون در واقع اولین کار مدنی مشترک این دو رفیق بود، محمود و مهدی. البته اولین از بیشمار کارهای مشترک. در ادامه بیشتر از این دو خواهیم گفت. اینجا این رو هم اضافه کنیم، یک رفیق دیگر هم به این جمع اضافه میشه، میشن 3 رفیق بسیار نزدیک. کی؟ یدالله صحابی. زمانی که این آدم اضافه میشه میشن 3 تا. یه نشریه راه میندازن این 3 نفر به نام دانش آموز. البته نشریهشون بعد از فقط 11 شماره توقیف میشه. بر حال فعالیت های طالقانی از اینجاها شروع میشه و بیشتر و بیشتر میشه هر روز. یه مثال دیگه هم از فعالیتاش بزنیم. درسته ایشون از حوزه اومد بیرون، اما به طور مثال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران که همون زمان هم تأسیس شده بود به تازگی، مدام از آقای طالقانی برای سخنرانی دعوت میکرد. نتیجه سید محمود طالقانی در مسیر تأثیر گذاری پا گذاشته بود. تاریخ رو جلو بیایم. زمانی که محمد رضا شاه پهلوی تازه به سلطنت رسیده بود و هنوز مثل باباش کاریزما نداشت که ازش بترسن یا ازش حساب ببرن یا بتونه خودش قانون وضع کنه و از اینجور کارا، یه فضای باز سیاسی ایجاد شد. مثلا دست و بال احزاب باز شد. احزاب چپ به خصوص حزب توده شروع کرد عضوگیری کردن، دفتر زدن، و تو همین عصر طالقانی و بازرگان و یدالله صحابی، این 3 رفیق گرمابه و گلستان، شروع کردن فعالیت‌های جدی انجام دادن، در واقع فعالیت‌های جدی‌تر. اینها البته دشمنان و مخالفانی هم داشتند. از شاه که این فعالیت‌های سیاسی و حزبی رو تهدیدی برای حکومتش میدید بگیریم، تا احزاب نوگرا و طرفداران غرب و شرق که همه‌شون با نهاد دین و اسلام سیاسی اساساً مشکل داشتن. حالا اینکه درست بود یا غلط، قضاوتش با شما. کنار اینها یه مخالف جدی دیگه هم داشتند این 3 نفر، این دوستان، آقای بازرگان،
آقای طالقانی و آقای صحابی. از کدام مخالف صحبت میکنیم؟ از نهاد سنتی حوزه‌های علمیه. پیش از این عرض کردم آقای طالقانی روزی به خاطر اختلاف در نگاه سیاسی کلن از حوزه علمیه اومد بیرون. با اینکه پله‌های ترقی رو طی کرده بود، در حوزه نجف درس خونده بود، اما اومده بود بیرون گفته بود آقا من با شما همسو نیستم. البته که نمیشه گفت این مورد سوم دشمنی جدی بوده باشه، اختلاف نظر بوده بیشتر، اما به هر حال همسو نبودند. چرا میگم اختلاف نظر بوده؟ آقای طالقانی و بازرگان اتفاقا میگفتن آقا ما میخوایم به حوزه راه ورود به دنیای مدرن رو یاد بدیم. بازی اینجوری نیست، نمیشه سنتی برخورد کرد، از دست میرود، اختلاف پیدا میکنیم. ولی به هر حال گرفتاری داشتن دیگه. حالا اجازه بدید یک مورد از این اختلاف نظرها رو با هم بررسی کنیم. خالی از لطف نیست، حتی با مزه است. یه زمانی با آقای طالقانی از رادیو پیشنهاد میشه که آقا بیا یه برنامه تفسیر قرآن تو رادیو داشته باش. یه برنامه میدم با آقای طالقانی اون زمان به نام حقیقت تربیت و تربیت از نگاه قرآن. از کی صحبت میکنیم؟ 1325. خب از نظر آقای طالقانی و آقای بازرگان و آقای صحابی این چه موقعیتیه؟ موقعیتی که یک تریبونه، خیلی خوبه، در جهت تعلیم دانش آموزان میتونیم حرکت بکنیم، یا هر کی رادیو رو میشنوه راه درست رو میتونیم نشون بدیم از این تریبون، از نگاه خودمون. حوزه علمیه چه میکنه؟ میاد گیر میده با آقای طالقانی که سید محمود چی کام کن؟ رادیو ابزار لهو و لعبه، یعنی چی؟ غربیه، اصفات منکره پخش میشه، چگونه میشود شما بری اونجا از قرآن صحبت کنی برادر من؟ آقای طالقانی در جواب چی میگه؟ میگه آقا شما اول برو گوش بده من تو رادیو چی میگم، بعد بیا گیر بده. و جالبه کسی هم گوش نداده بود که اصلا طالقانی در این برنامه چی میگه. به ذات گفته بودن اوه اوه لهو و لعب غرب کنسله. آقای طالقانی میگه آقا گوش بده بعد حرف بزن، من آنجا حرف حساب میزنم به خدا قسم. کو گوش شنوا و تاریخ. یکی از کارهای مهم طالقانی در اون ایام این بود که شد امام جماعت مسجد مشهور هدایت. از کی صحبت میکنیم؟ 1327. یه پرانتز باز کنم، یه عکس معروفی داره غلامرضا تختی با آقای طالقانی، اون عکس تو همین مسجد هدایت و تو همین دوره گرفته شده. به هر حال آقای طالقانی این مسجد رو کرده بود یکی از پایگاه‌های مهم تبلیغ و البته مبارزه. بسیاری از چهره‌های مشهور مثل محمد حنیف نژاد از رهبران مجاهدین خلق از همین مسجد مبارزه رو شروع کردند. حال اینکه بعد چه شد، یا اینکه این درست بود یا اون درست بود، اصلا تو بحث ما نیست، بحث دیگری است، قضاوت با شما. اما به هر حال طالقانی هم خودش و هم مسجدش بسیار تاثیرگذار بودند و این نکته‌ای وجود داشت. قشر سوپر مذهبی این رفتار طالقانی رو نمیپسندیدند. اینکه هر کسی میتونست بیاد تو مسجد هدایت با طالقانی حرف بزنه، عکس بگیره، یا هر کسی میتونست بیاد مبارزه کنه از اونجا، نمیپسندیدند. چی میگفتن؟ این جالب، به مسجد هدایت میگفتن مسجد رخورا. چرا؟ چون مسجد کنار سینما بود تو خیابون استانبول و اون محله هم به همین چیزا معروف بود. خیلی به مسجد معروف نبود، بیشتر به رخوری و اینا مشهور بود، سینما کاباره و اینجور چیزا بود. ایناست اختلاف نگاه و نظر طالقانی با قشر سوپر مذهبی. و جالبه تا زمانی که در این دنیا بود آقای طالقانی این مسئله وجود داشت و طالقانی هم هیچ وقت کوتاه نیومد از نگاهش و نگاهش هم به نظر منطقی بود و اثبات میکرد منطقی نگاهش رو. مثال حجاب اجباری تا زمان طالقانی اجباری نبود. یه دکترم یادآوری کنم بد نیست، آقای طالقانی زمانی که همین مسائل بود میگفتن مسجد رخورا، گفت تو مسجد بنویسید متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. بیایم جلوتر برسیم 1331، انتخابات مجلس 17. یک سال قبل از کودتای 28 مرداد، روزگاری که داریم ازش صحبت میکنیم، محمود طالقانی میره از نوشهر و چالوس و شهسوار کاندیدای مجلس میشه. اون زمان چند تا سخنرانی تندم میکنه، در نهایت انتخابات باطل میشه اون سال. و اگر یک سال بیایم جلوتر، داستان 28 مرداد 1332 اتفاق میفته که ما در مورخ مفصل یک قسمت ازش صحبت کردیم که پیشنهاد
پیشنهاد میکنم حتما ببینید بشنوید، مکمل خوبی است. و اینجا اگر بخوایم از نقش طالقانی صحبت کنیم، در 28 مرداد 1332 میتونیم به این نتیجه برسیم که بنده خدا آقای طالقانی خیلی تلاش میکنه بین مصدق و کاشانی صلح برقرار کنه. پرانتز یادآوری کنم، یکی از دلایل مهم اون اتفاقات 28 مرداد اختلاف بین این دو نفر بود. خیلی طالقانی تلاش میکنه صلح برقرار کنه، اما گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود. اون موقع هم گویا از این گاهی ها بود. زمانی که طالقانی میره پیش کاشانی برای مذاکره که آقا بیا آشتی کن صلحو برقرار کنیم، تو خونه کاشانی برای آقای طالقانی خربزه میارن. خاطره جالبیه، طالقانی یه قاش میخوره از اون خربزه، به کاشانی میگه که آقا به پا پوست خربزه نندازن زیر پات. یه جورایی به جرأت میشه گفت که آقای سید محمود طالقانی مصدقی ترین روحانی تاریخ ایران زمین بود. یه پرانتزی باز کنیم اینجا. آقای طالقانی فقط با نیروهای روشن فکر دینی طرف نبوده. طرفدارهای فداییان اسلام هم زیاد می اومدن خونه ی آقای طالقانی، یا طالقانی هم میرفته تو مسجد و حسینیه اونا سخنرانی میکرده. یه بار میان پیش طالقانی میگن آقا یه بابایی هست به نام احمد کسروی داره اهانت میکنه به پیامبر. طالقانی میگه باید گفتگو کرد، به هر حال حالا بریم بزنیم تو سر و کله هم که اتفاق خاصی نمیفته، و هیچ توصیه دیگری هم نمیکنه آقای طالقانی. باز روی مسئله تاکید کنم، آقای طالقانی میگه برید گفتگو کنید و میرن برای گفتگو. برف طالقانی تا اینجاشو گوش میدن. بد آدمی احتمالا میره برای گفتگو. کی میره؟ شما به میدانید، مجتبی نواب صفوی. چند روز بعد میره گفتگو با آقای کسروی. میشینن گفتگو کنن، مثل که خیلی توجیه نمیشه کسروی، یه مقدار زخمی میشه آقای کسروی. گفتگو، بله فدایان اسلام اینجوری گفتگو میکردن با اسلحه چاقو. گفتگو، بله. بعد از همین گفتگو که به اسلحه ختم میشه، مامورای دولت میافتن دنبال نواب صفوی. تو این ایام طالقانی اگرچه موافق اقدام فداییان علیه کسروی نبود، اما به نواب صفوی پناه میده که از دست مامورای شاه در امان باشه. حالا این وسط که طالقانی به نواب پناه داده بود، یه سری از پیروان آقای نواب صفوی میشینن با خودشون فکر میکنن، صحبت میکنن، میگن خب نواب که رفت با کسروی صحبت کرد، توجیه نشد، اومد ارشادش کنه، نمرد، نه کار نیمه تمومه. چی کار میکنن؟ میرن ادامه گفتگو رو انجام بدن، ترور میکنن احمد کسروی رو. و همین مسئله شاید باعث میشه 1336 طالقانی هم به خاطر پناه دادن به فداییان اسلام محکوم بشه و بیفته زندان مجددن. و اینم اجازه بدید اضافه کنیم، جالبه، آقای طالقانی شما فکر کن به نواب صفوی پناه داده، یارو فراریه، از اون برم که این گروه یکی رو کشته، همه دنبالشونن. این آقای نواب صفوی شب میرفته رو پشت بوم خونه‌ای طالقانی عزام میگفته. های طالقانی میگفته آقا بیا پایین، من پناه دادم، تو فراری مومن، بیا پایین. حالا اذان نگفته قبوله، بیا تو برای من عزام بگو. مسجدم هست، داره عزام میگه دیگه. اما کو گوش شنوا، در واقع گوش نواب صفوی تند و تیز و رادیکال بدهکار نصایح طالقانی نبوده. نتیجه چه شد؟ اجازه بدید روی پنهان شدن نواب صفوی یه مقدار نازک‌تر شیم. این آقای نواب دوبار تو خونه آقای طالقانی پنهان میشه. دفعه اول همون باری است که عرض کردم، تو خونه روستایی آقای طالقانی قایم شده بود، هی میرفت بالا اذان میگفت، آقای طالقانی میگفت بچه بیا پایین، بابا نکن دیگه، بچه بیا پایین، حرف گوش نمیداد. این بار اول بود. دفعه دوم دیگه اوضاع خیلی خراب بوده گویا. میاد آقای نواب دوباره پیش طالقانی، میگه من باید پنهان شم. آقای طالقانی میگه خونه من خیلی حساسه، اینجا خطرناکه آقا جان، نمیشه بمونی. که نواب گیر میده، میگه آقا من خیلی سری میرم، مزاحم نمیشم، یکی دو شب بمونم رفتم. نتیجه دو شبی خونه طالقانی بوده، مامورا رد نواب صفوی رو میزنن، میریزن خونه آقای طالقانی. اما یک شب دیر میرسن، نواب فلنگو بسته بود و آقای طالقانی تنها بود در خونه. از کی صحبت میکنیم؟ زمانی که فداییان اسلام ترور نافرجام حسین اعلی را انجام داده بودن، دیگه ماسوانتد بودن، همه دنبالشون بودن.
نتیجه آقای طالقانی بازداشت میشه و اینجا اینم اضافه کنم بازجو با آقای طالقانی گفته بود که شما مرام این فداییان اسلام رو قبول داری دیگه که بهشون پناه دادی. آقای طالقانی تکذیب کرده بود که چه حرفیه، من مرامشون رو قبول ندارم، من از نظر سیاسی قبولشون ندارم. خانم بتول علایی همسر اول آقای طالقانی خاطره ای داره، میگه طالقانی در جواب یکی از این مامورای ساواک گفتش که آقا جان در به منزل من به روی همه بازه. سید اولاد پیغمبر، پرانتز بگم منظور از سید اولاد پیغمبر همون نواب صفوی است، میگه سید اولاد پیغمبر به من پناه آورده، راش ندم. شما هم که دشمن هستی اگر روزی به من پناه بیاری شما رم راه میدم، پناه میدم از دست دشمن. در واقع آقای طالقانی هرچند از نظر تشکیلاتی و نگاه سیاسی از همون ابتدا با روشنفکرانی مثل بازرگان همراه بوده و تو احزابی که دنبال اصلاح حکومت پهلوی بودند فعالیت میکرده، اما نگاهش به گروه هایی که میخواستن با مبارزه مسلحانه برن تو کار رژیم پهلوی منفی نبوده، باشون یه جوری رفیق هم بوده. به این توجه کنیم حتی زمانی که نواب صفوی از یک سفر خارجی میاد آقای طالقانی میره فرودگاه استقبالش هستن، اینقدر با ایشون هم رفاقت داشته، با همه رفیق بوده پدر طالقانی. فعالیت سیاسی طالقانی در کنار مصدقی های جبهه ملی تا سال 41 ادامه پیدا میکنه. تو این سال تو کنگره جبهه ملی دوم طالقانی و بازرگان اعضای شورای مرکزی این حزب میشن، اما اختلافات بین اعضای جبهه ملی بالا میگیره و در نهایت این دو نفر که وجهه مذهبی بیشتری داشتند با بعضی دیگر از رفقا میگن که آقا ما تو نهضت آزادی راحت تر به اهدافمون میرسیم، ما میریم تو همون نهضت آزادی فعالیت میکنیم. و جالبه یکی از انتقادات طالقانی به جبهه ملی چی بود اون زمان؟ میگفت چرا زنان رو راه نمیدید تو شورای مرکزی؟ یعنی چه همه سیبیل تا سیبیل نشستید؟ و اساساً به واسطه همین انتقاد و نگاه آقای طالقانی بود که خانمهایی مثل پروانه فروهر وارد شورای مرکزی جبهه ملی شدند. گرچه اختلافات سیاسی دیگری هم وجود داشت بین آقای طالقانی و بازرگان و جبهه ملیچی‌ها. در نهایت نتیجه چه میشه؟ میرن نهضت آزادی رو راه انداز میکنن 1340 شمسی. به نوعی یک شاخه است این نهضت آزادی از جبهه ملی. در ادامه البته اختلافات باعث میشه نهضت آزادی از عضویت در جبهه ملی کم کم فاصله بگیره، یه مقدار راهشون رو جداتر کردند. و اینم جالب اضافه کنیم تو اون دوران که چریک بازی هم خیلی مد شده بود، طالقانی و نهضت آزادی هنوز که هنوز دنبال شیوه های اصلاح طلبانه بودند، هنوز که هنوز دنبال گفتگو بودند، با مبارزه مسلحانه موافق نبودند. اینها رو تاریخ میگه، نه احمد هاشمی. بیایم جلوتر. 1342 با آغاز اعتراضات آیت الله خمینی حاکمیت نسبت به روحانیون سیاسی حساس‌تر میشه، یعنی حساس بود حساس‌ترم میشه. آقای طالقانی هم همین زمان بود که یک سخنرانی داشت با این مضمون: نیروهای نظامی باید علیه حاکم جائر قیام کنند. به واسطه همین سخنرانی طالقانی حکم بازداشتش صادر میشه و این بار محکوم میشه به 10 سال زندان. از دادگاهش خاطره بگیم، جالبه کلن آقای طالقانی دادگاه نظامی رو مشروع نمیدونسته و توی این دادگاه کلن یه جورایی قاضی رو آدم حساب نمیکرده، به حرف قاضی اصلا گوش نمیکرده. در نهایت این دادگاه 18 ماه طول میکشه و نتیجهش میشه 10 سال زندان. مهدی بازرگان هم البته کنار محمود طالقانی محکوم میشه به 10 سال زندان. وارد دهه 50 شیم، زمانی که کم کم چریک‌های فدایی خلق و مجاهدین خلق متولد شده بودند. ما پیش از این در مورخ درباره هر دوی اینها صحبت کردیم، دو قسمت مجزا، چریک‌های فدایی خلق و مجاهدین خلق. پیشنهاد می‌کنم ببینید، بشنوید، بسیار مکمل‌های خوبی هستند.
حالا ارتباط آقای طالقانی رو با این دو بگیم. ایشون تلویحاً از این دو گروه حمایت می‌کرده. میگفته اینها جوونن و از وضع فعلی ناراضیان. آقای طالقانی در واقع دوستشون داشته اعضای این گروه‌ها رو، اما داستان این دو گروه برای حکومت شاه پهلوی و ساواک خیلی پیچیده‌تر از این حرفا بود. نگاه ساواک و رژیم پهلوی به این دو گروه اینجوری نبود که حالا جوونن و مدرزن و دوستشون داریم و اینا. و همین مسئله، همین اختلاف نگاه بین حکومت و طالقانی باعث شد ساواک از طالقانی بترسه. نتیجه همانند بسیاری از مبارزان تبعید شد آقای طالقانی به یک جای دور افتاده. کجا؟ سیستان و بلوچستان. در ادامه در تبعید بود محمود طالقانی که فهمید محمد حنیف نژاد، علی اصغر بدیزادگان، سعید محسن، بنیانگذاران سازمان مجاهدین همگی اعدام شدند. میگن آقای طالقانی وقتی این خبر را شنید زار زار نشست و گریست. چرا؟ سید محمود طالقانی همان که گفته بود این بچه ها رو همانند فرزندان خود دوست می داشت. سید محمود طالقانی فقط حرف نمی زد. به یک نکته توجه کنیم. آقای طالقانی در دوران مبارزاتش فقط به سیاست داخل ایران توجه نداشت، به مسائل جهان اسلام هم بسیار توجه میکرد. ایشون تو همین دوران چند تا کتاب مینویسه و به شدت روحیه ضد صهیونیستی هم داشته کتاباش. طالقانی هر وقت فرصت پیدا میکرده یه حرف کلوفتی کلان باره اسرائیل میکرده. حتی یه سال ماه رمضون ایشون میگه که فطریه هاتون رو بدید ببریم بدیم به فلسطینی ها. عکس مشهوری هم از آقای طالقانی کنار انور سادات که قبل از انقلاب گرفته شده این عکس و نشون میده تا چه اندازه بین رهبران سیاسی دنیا مشهور بوده آقای طالقانی. حتی در ادامه زمانی که انقلاب پیروز میشه صدام حسین به آقای طالقانی تبریک میگه و یک جلد قرآن هم هدیه میده به سید محمود طالقانی. مبارزات ادامه داشت، بازداشت و زندان هم ادامه داشت. طالقانی سال 54 به اتهام ارتباط با مجاهدین خلق بازداشت میشه مجدداً. درست همون سالی که مجاهدین خلق ایدئولوژیشون رو تغییر داده بودن و مارکسیست شده بودن، یعنی دین رو یه جورایی گفته بودن فعلا کنسله. گرچه آقای طالقانی بسیار قصه و حسرت می‌خورده گویا بابت این اتفاق. تقریبا همه کسایی که با طالقانی تو زندان بودند به این اشاره می‌کنن که آقای طالقانی میگفت ما چه اشتباهی کردیم که این بچه ها اینجوری شدن، اینا اینجوری از دین فراری شدن، فاصله گرفتن. خیلی ها مثل آقای محمد رضا مهدوی کنی معتقد بودند این بازداشت ناشی از پرونده سازی وحید افراخته بود، بازداشتی که آقای طالقانی شد. و این آقای افراخته که بود مسئول اصلی تغییر ایدئولوژی مجاهدین خلق، که اتفاقا مجید شریف واقفی که خیلی با طالقانی هم رفیق بود و ایشون کشت، همین آقای افراخته کشت. در ادامه هم افراخته با ساواک کلن همکاری کرد. چیز عجیبی بود این آدم. به هر حال طالقانی میفته زندان و شاید اگر نیفتاده بود زندان جلوی خیلی از اعضای مجاهدین رو میگرفت که این کار رو نکنند. کسی چه میدونه قضاوتش با شما. این زندان آخرین زندانی بود که طالقانی رفت قبل از انقلاب 1357. طالقانی در زندان بود و ناراحت از اینکه چرا مجاهدین مارکسیست شدن. ما چه اشتباهی کردیم که این جوانان اینطور شدند. حالا تو این وضعیت یه مقطعی روحانیونی که تو زندان بودن میان یه بیانیه میدن، میگن این مارکسیستا نجسن، نباید اصلا باهاشون قاطی شد، نباید باهاشون حرف زد، از اینجور حرفا. آقای طالقانی که به هر حال روحانی بسیار مهمی بوده و شاید بشه گفت مهمترین روحانی در زندان بوده، این بیانیه رو امضا نمیکنه. میگه چی میگید شما؟ یه جورایی میشه گفت امضای این بیانیه ریشه بسیاری اختلافات شد در سالهای بعد انقلاب. اما طالقانی وارد این بازی نشد و همین امضا نکردنش، وارد بازی نشدنش هم داستان میشه، بی هزینه نبوده. مثلا مهدوی کنی دیگه پشت طالقانی نماز نمیخونده همون زمان. اساسا نگاه طالقانی به مارکسیست ها با نگاه الباقی اسلامگراها متفاوت بود، واقعا در عمل هم نشون دادیشون و البته دلایل خودش هم داشت، حتی دلایل دینی درست هم داشت. در ادامه قطعا بیشتر راجع به این نوع نگاه طالقانی صحبت خواهیم کرد و اینکه درست بود یا غلط
تاریخ قضاوت خواهد کرد. اجازه بدید یک خاطره دیگه از دوران زندان طالقانی بگیم پیش از ادامه بحث. میگن یه بار تو زندان زندانیا حوصله‌شون سر رفته بوده، آواز می‌خوندن. مرحوم هاشمی شروع می‌کنه آواز خوندن تو زندان. طالقانی بهش میگه که اکبر جان، فکر کنم اینایی که میگن موسیقی حرامه واسه صدای توه، نخون با اون صدا، تو می‌خونی میگن حرامه. شوخی می‌کنه. برعکس آقای هاشمی هم صدای طالقانی خوب بوده، اساساً نسبت به همقطارانش طالقانی رابطه بهتری هم با رادیو و صدا و اینها داشته. یه روایت معروفی است در رابطه با آقای طالقانی که هر وقت میرفته طالقان با خودش رادیو میبرده، یک رادیوی مخصوصی هم داشته، دو موج با خودش میبرده. بهش میگفتن حاجی این حروم ها قربونت. ایشون جواب میداده خیر، برای بنده نه تنها حرام نیست بلکه واجب است. فرزندان آقای طالقانی میگن رادیوهای عربی رو گوش میداده و آواز ام کلثوم دوست داشته. این آواز رو بسیار علاقه داشته گویا به صدای ام کلثومیشون. بعد از انقلاب همین شایعه البته وجود داشت که بعضی خواننده ها به او پناه بردند، با آقای طالقانی پناه بردند، مثلا شهریار قنبری گوگوش. و آقای طالقانی هم دقیقا همان جمله‌ای که به اون ساواکی گفته بود که در به خانه من همیشه بازه پناه میدم، همون رفتارو کرد. همون موقع پیام میداد که آقا با فلانی کاری نداشته باشید. خیلی دیگه بعد از انقلاب میرن پیش آقای طالقانی و از اون نامه میگیرن. از ساواکی ها بگیریم تا هنر مندان میان امان نامه میگیرن عملا، و او با طیب خاطر این کار انجام میده. خیلی ها بعد از انقلاب امیدشون به سید محمود طالقانی بود. او امید کسی را گویا ناامید نکرد. گفتیم طالقانی با همه مهربون بود. یه روایتی داره مسعود بهنود که خیلی تراژیکه واقعا، روایتی که البته خانواده طالقانی تاییدش نکردن، اما خالی از لطف نیست که اینجا ازش صحبت کنیم. تو همین دوران زندان یکی دیگه از کسانی که دلبسته طالقانی میشه یکی از بازجوها و شکنجهگران زندان اوین بوده، معروف به کی؟ حسن شمر. این آقای حسن شمر انقدر شیفته طالقانی میشه که تو زندان همواره مواظب طالقانی بوده، بادیگارد شده بوده، از اون بر به عنوان رابط عمل میکرده بین طالقانی و مبارزان سیاسی بیرون زندان. یه روزی حسن شمر میاد میگه که آقا قراره به مناسبت 4 آبان شما رو آزاد کنن. این آقایی که میگم آقای لفظی نیست، آقا صدا میکرده طالقانی رو، میگفته آقا بهش. میاد میگه آقا قراره 4 آبان آزاد شی. آقای طالقانی میگه که حسن جان یه کاری کن چند روز عقب بیفته، بهونه بدیم دست اینا من آزاد نکنن، من بیرون کاری ندارم. نتیجه آقای طالقانی خودشو میزنه به مریضی. و چرا میزنه خودشو به مریضی؟ جالبه، 4 آبان تولد شاه بوده. هر سالم طالقانی 4 آبان یه برنامه راه مینداخته که مراسم جشن تولد شاه تو زندان رو خراب کنه، به هم بزنه. جالبه اینجا این رو اضافه کنم، یک سالی یه زندانی محکوم به حبس ابد میاد میگه که به من گفتن اگه جشن 4 آبان امسال خوب برگزار شه عفو میخورم من جون مادرت. طالقانی به خاطر اینکه هم این بنده خدا کارش را بیفته هم کار خودش انجام بده علنی نمیکنه اون سال، فقط به همه میگه آقا کسی از سلولش بیرون نیاد خود خواسته. با این کارا آقای طالقانی تو دل خیلی جا باز کرده بود، چه سیاسی چه غیر سیاسی، چه پیر چه جوان، چه اینوری چه اونوری. برحال برگردیم به داستان حسن شمر. آقای طالقانی 8 آبان اون سال آزاد میشه، کارشو میکنه، آزاد میشه و یه استقبال جدی هم ازش میشه. زمانی که از زندان میاد بیرون مردم دسته دسته میومدن دیدار ایشون. حالا گویا یه شب زمانی که کمی خلوت شده بود سر آقای طالقانی، مهمان ها رفته بودن، ایشون میره تو ایوون میبینه حسن شمر وایساده بیرون. میگه حسن آقا اینجا چی کار میکنی؟ بیا برادر. این حسن شمر روش نمیشده بیاد بالا، اما انقدر اصرار میکنه طالقانی برجت این بنده خدا میاد بالا، میگه آقا اینجوریه من روم نمیشد بیام. در نهایت این آقای حسن شمر توبه میکنه، میشه محافظ طالقانی خودخواسته، نه محافظ رسمی، خودش زوری میشه محافظ طالقانی. اینجوری شیفته یه محمود طالقانی بوده گویا. و روایتی است که زمانی که آقای طالقانی از دنیا میره، حسن شمر انقدر کنار مزار طالقانی غصه میخوره که در نهایت حالا سکته میکنه یا به هر شکل همانجا از دست میده جونشون.
به هر حال خانواده آقای طالقانی میگن این روایت دقیقی نیست. حال اینکه بوده یا نبوده قضاوتش با شما. خانواده آقای طالقانی میگن این درسته که چند تا زندانیان خلافکار و کت و گند جذب طالقانی شدن و توبه کردن، اما حسن شمری وجود نداشته، اگر داشته ما خبر نداریم. باز قضاوت با تاریخ. اجازه بدید باز هم خاطره تعریف کنیم. آقای طالقانی بعد از اینکه سال 57 از زندان آزاد میشه، کلن زیاد نمیرفته خونه خودش، بین خونه های انقلابیون در رفت آمد بوده. در واقع دو تا پایگاه اصلی داشته، یکیش خونه پدر برادران رضایی بوده که پرانتز عرض کنم 4 تا پسر داشته این بنده خدا که از سران مجاهدین خلق بودن، تو مبارزه با حکومت پهلوی کشته شده بودن. یکیش این بوده. یه مقر دیگه‌ش هم خونه آقای ولی الله چهپور بود که ایشون هم یک انقلابی عضو مؤتلفه بود. به هر حال آقای طالقانی بیشتر اوقات تو یکی از این دو مقر بوده و مشغول فعالیت. یه شبی بهش خبر میدن که حال توران خانوم خوب نیست، همسر دوم آقای طالقانی. چه میکنه؟ حاسد محمود طالقانی سریعا خودشو میرسونه خونه و جلوی چشمان خودش گویا همسر ایشون از دنیا میره. آقای طالقانی اون شب برای اولین بار و آخرین بار در زندگیش نماز میت میخونه و بسیار گریه میکنه. احتمالاً اون شب به این فکر کرد محمود طالقانی که کاش بیشتر کنار خانواده می بودم. کسی چه می دونه؟ انقلاب که پیروز میشه، طالقانی 2-3 تا چشمه اجرا میکنه و نشون میده که یکی از مهمترین و محبوبترین چهره های انقلابه. اولیش سالگرد وفات مصدق بود که گفته میشه 1,000,000 نفر جمع شده بودن و تو فضای انقلابی بین گروه های مختلف چپ و ملیگرا و چه میدونم خانواده مصدق هم اختلاف جدی وجود داشته. مثلا به خاطر بیهجابی بسیاری از حضاری که اومده بودن، نیروهای سوپر مذهبی عصبی بودن، اصلا میخواستن بزنن بترکونن. و جالبه توی اون مراسم با همه دعواها، همه طیفها، تنها سخنرانی که مورد تایید همه بود، همه نشستن گوش دادن شلوغ نکردن، سید محمود طالقانی بود. این یک چشمه. چشمه دوم چه بود؟ زمانی که طالقانی نامزد انتخابات خبرگان قانون اساسی شد، ایشون بیشترین رأی آورد، 2.5 میلیون رأی آورد آقای طالقانی اون زمان، و تا همین امروز که با هم صحبت میکنیم این رکورد شکسته نشده. اون زمان 700-800 هزار رأی بیشتر داشت از آقای منتظری و از آقای بهشتی، حتی بیشتر از بنی صدر که سال بعدش رئیس جمهور شد این آدم. زمانی هم که آقای طالقانی وارد مجلس خبرگان شد، یک سنتی شکست، گفت من روی صندلیا که برای فاسدین طراحی شده بوده نمیشینم. آقای بهشتی که نایب رئیس بود، نایب رئیس خبرگان قانون اساسی بود، میگه آقا نمیشه، باید بشینی برادر من، بشین رو صندلی. طالقانی در جواب میگه جریمش رو میدم اما نمیشینم. یه جورایی یک حرکت اعتراض زی بود این کار. در ادامه هم که همه به می‌دانیم، جلسات رو تقلق کرد آقای طالقانی، در ادامه هم ول کرد و رفت. کمی نازکیم رو رفتن آقای طالقانی. گویا یه سری از مسائل مجلس خبرگان قانون اساسی مورد تایید آقای طالقانی نبوده. جالبه طالقانی به اصل ولایت فقیه هم رأی نداده گویا. تو پرانتز یادآوری کنم اضافه شدن این اصل، یعنی اصل ولایت فقیه به قانون اساسی، کی انجام شد؟ 2 روز بعد از فوت آیت الله طالقانی و تو اون 3 روزی که عزای عمومی اعلام شده بود. تو همون 3 روز عزای عمومی توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شد این قانون. به هر حال روحیه ی آقای طالقانی این بود. جالب وضعیت ایشون تو جلسات شورای انقلاب هم همین بود. طالقانی رئیس شورای انقلاب شده بود، اما کمی که گذشت کم کم ایشون خودشو کشید کنار از شورای انقلاب. عملاً باز شورای انقلاب افتاد دست کی؟ آقای بهشتی. به نظر میرسه آقایان بهشتی و طالقانی خیلی آبشون با هم در یک جوب نمیرفت و اختلافاتی داشتن. اینکه چه بود و چه شد؟ قضاوتش با شما.
از یک ماجرایی صحبت کنیم، یک ماجرای جالب که بعد از انقلاب اتفاق افتاد و خیلی خوب نوع نگاه طالقانی رو به فضای سیاسی کشور قشنگ نشون میده. عرض کردم پیش از این آقای طالقانی برعکس بقیه اسلامگیراها نگاهش به مارکسیست‌ها خیلی منفی نبود. یه مثالشو بزنیم اینجا، داستان پسرش مجتبی، این خودش مثاله. مجتبی طالقانی یه نامه‌ای نوشته بود به باباش و گفته بود که بابا جان من کمونیست شدم، یه زن فلسطینی هم من گرفتم. 25 فروردین 1358 مجتبی طالقانی و همسرش و یکی از برادرانش به نام ابوالحسن، برادر آقا مجتبی، داشتن از یک مراسمی تو سفارت فلسطین برمیگشتن و اون مراسم چی بود؟ در واقع پیغام آقای طالقانی خطاب به یاسر عرفات رو برده بودن بدن به سفیر فلسطین. به هر حال داشتن برمیگشتن، اینها گم میشن، یهو گم میشن، خبر میرسه به آقای طالقانی که آقا اینا گم شدن. بعد از چند ساعت مشخص میشه توسط بعضی انقلابیون بازداشت شدند. آقای طالقانی بسیار ناراحت میشه و کلن یهو همه چیزو ول میکنه، میره بیرون شهر. خبر قهر طالقانی اون زمان مثل بمب صدا میکنه، هم بین مردم هم بین مسئولین. کشور یه جورایی به هم میریزه، حتی دبیرستان ها تعطیل میشه. داستان داشته به جاهای باریک کشیده می شده. حالا کجا رفته بود آقای طالقانی؟ روستایی نزدیک رامسر. گفته می شه آقایان محمد بشارتی، محمد قرضی و بهزاد نبوی و چند نفر دیگه در جریان این بازداشتن بودن. کدوم بازداشت؟ پسر آقای طالقانی، زنش و برادرش. برحال با قهر طالقانی بچه ها به سرعت آزاد میشن، اما فضا بسیار ملتهب میمونه. نتیجه یک دیدار خصوصی بین آیت الله خمینی و آیت الله طالقانی اتفاق میفته. طالقانی در اون جلسه میگه آقا جان راه حل جلوگیری از این خودسری ها اجرای طرح شوراهاست. پرانتز عرض کنم شوراها یک بحث مفصل خودش، پادکست جداگانه است. برحال جریان اون زمان فیصله پیدا میکنه، اگرچه فردای اون روز رهبر انقلاب یک مصاحبه میکنه و میگه بچه منم ممکنه بگیرن، شلوغ بازی ها یعنی چی که حالا غر میکنن میرن فلان. برحال با سرسختی پدر، در واقع سرسختی آقای طالقانی، پسرش آزاد میشه. مجتبی طالقانی بعد از درگذشت پدرش از ایران خارج میشه و همیشه مدعی بوده که مرگ پدر من مشکوک است. ایشون معتقده آیت الله سید محمود طالقانی، پدر من یعنی پدر ایشون، به مرگ طبیعی نمرده است. بعد از ماجرای مجتبی و زمانی که روابط دوباره حسنه شد، طالقانی به رهبر انقلاب پیشنهاد میده نماز جمعه راه اندازی بشه. آیت الله خمینی میگن راه بندازین و اولین نماز جمعه طالقانی میشه در واقع امام جمعه و میشه شلوغ‌ترین نماز جمعه تاریخ ایران. طالقانی اسلحه میگیره دستش و یک نطق پرشور میکنه. از چه زمانی صحبت میکنیم؟ 5 مرداد 58، ماه رمضان. این نماز جمعه با استقبال وسیع مردم روبرو میشه. آقای طالقانی 5 هفته دیگه هم نماز جمعه رو برگزار میکنه و آخرین نماز جمعهش هم 16 شهریور بود، سالگرد واقعه 17 شهریور. چه میکنه آقای طالقانی؟ تو بهشت زهرا برگزار میکنه اون نماز جمعه رو، جایی که 3 روز بعد، فقط 3 روز بعد، دوباره او محمود طالقانی بدانجا بازگشت، اما این بار نه روی پا بلکه روی دستان مردم. طالقانی 19 شهریور ماه بعد از چند دیدار کاری که یکیش دیداری با سفیر شوروی در تهران بود، 45 دقیقه بامداد و به طور کاملا ناگهانی درگذشت. واقعا از زندگی طالقانی میشود پادکست ها ساخت، میشود ساعت ها صحبت کرد، از فراز و فرود های زندگی او، خاطرات او. به طور مثال طالقانی تو روزهای انقلاب بسیار نگران کردستان و گنبد کابوس بوده و برای این اعتراضات راه حل هم داشته و مدام هم تکرارش میکرده که آقا شوراها. در واقع شوراهای شهر و روستا مهمترین یادگاری طالقانی است برای ما تا همین امروز. اینکه چقدر درست ازش استفاده شد بحث دیگری است واقعا، اما ذات درست بودنش قابل انکار نیست. البته این اتفاق در زمان حیات طالقانی متاسفانه رخ نداد، وصال نداد، سالها بعد در دولت محمد خاتمی اتفاق افتاد. یک قسمتش به نام شوراهای شهر و روستا با 20 سال تأخیر در واقع اتفاق افتاد، یک قسمتی از اون طرح، تا قسمتی از
از ایده‌های طالقانی اجرا بشه، هرچند بسیاری معتقدند این شوراهای فعلی آن چیزی نیست که طالقانی گفت. اینکه چه گفت و چه شد قضاوتش باشه. مرگ طالقانی بعد از گذشت 4 دهه همچنان پر از ابهام است. زمانی که آقای طالقانی حالش بد میشه، ظاهراً تلفن و حتی برق خونش قطع بوده. تلفن اون یکی مقر طالقانی، عرض کردم 2 مقر اصلی داشت، تو یکیش بود به هر حال. تلفن اون یکی هم قطع بود. خونه بابای در واقع برادران رضایی هم قطع بوده. از طرفی محافظان هم انگار نبودند در خانه. به هر حال در همچین شرایطی آقای طالقانی حالش بد میشه و فوت میکنه. مهدی بازرگان که البته خلاف نظر آقای طالقانی مسئولیت دولت موقت رو بر عهده گرفته بود اون زمان، در واکنش به خبر فوت آقای طالقانی گفت کمرمان شکست. آیت الله خمینی طالقانی رو ابوذر زمانه نامید و به او گفت پدر. ابوذر یکی از اصحاب پیامبر اسلام بود که به ساده زیستی و صراحت کلام مشهور بود و گفته میشه رهبر انقلاب به واسطه همین موضوع به او گفت ابوذر. یه سری از طرفداران طالقانی هم به خاطر طیف گسترده افرادی که دوستش داشتن طالقانی رو گاندی ایران خطاب میکنند. از خانواده طالقانی هم کمی صحبت کنیم، روی این مسئله نازک شیم، از سرنوشتشون بگیم. 10 فرزند آقای طالقانی هر کدوم به راهی رفتند. بعضیشون با اصولگراها میجوشند، بعضیها با اصلاح طلبان و یه سریشون هم با ملی مذهبی ها. البته هستند تعدادی که از کشور خارج شدند و با گروه های اپوزیسیون پیوند خوردند. و جالبه تمام فرزندان طالقانی خودشون رو ادامه دهنده راه پدر میدونن، هر کدوم بر خودشون. مهدی طالقانی با اصولگراها صحبت میکنه. اعظم طالقانی هم که نماینده مجلس اول بود، چند بار به عنوان تنها زن نامزد انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات ثبت نام میکنه و هر دورم طبیعتاً رد صلاحیت میشه. اعظم طالقانی مشخصاً به نیروهای ملی مذهبی نزدیک بود. اینکه کدام راه محمود را میروند یا اساساً آیا میروند، شما قضاوت بفرمایید. محمود طالقانی در سالهای بعد از انقلاب هم با تمام گروه‌های سیاسی از جمله مجاهدین خلق رفتاری پدرانه داشت و تلاش کرد اونها رو در چارچوب نظام موجود حفظ کنه، اما نشد. تلاش کرد ایشون بحران‌های کردستان و ترکمن صحرا رو با گفتمان، با گفتگو، البته پیاده سازی ایده شوراها فیصله بده، آن هم نشد. تا آخرین دم حیاتش سعی کرد انقلاب 57 رو در مدار میانه نگه داره، که خب فضا تند شد نهایت، گویا نشد. طالقانی بسیار روی مزایای دنیای مدرن تاکید داشت و قصدش این بود که همه این گروه‌های سیاسی رو وارد فضای سیاست مدرن کنه و اجازه نده پراکندشن، که البته این هم به نظر خیلی نشد. اما به هر حال تا وقتی که او زنده بود با مشی و مرام خاصی که داشت با همه چهره‌های اصلی انقلابیون متفاوت بود سید محمود طالقانی. برای بسیاری شبیه یک مرشد بود او، اما این مرشد زود از دنیا رفت و نتونست روزهایی رو ببینه که احتمالاً اگر بود هیچ باب میلش نبود. اجازه بدید در انتهای این قسمت به این مسئله اشاره کنیم که یکی از اصلی ترین المان‌های شخصیتی سید محمود طالقانی سیگار بود. همانند چگوارا و فیدل کاسترو در آمریکای لاتین، چرچیل در اروپا، اینها هم یکی از نمادهاشون سیگارشون بود. محمود طالقانی رو هم خیلی ها تا به امروز و حتی نسل‌های جدید آینده به سیگار می‌شناسن و به یاد میارن و خواهند آورد. میگن یک بار محمود طالقانی مریض بود و روی تخت بیمارستان سیگار میکشید. به او گفتند خوب نیست برات، نکش. محمود طالقانی نگاهی به آتش نوک سیگارش کرد و گفت این تنها نقطه روشن زندگی من است. از من میخواهید که همین را هم که در اختیارم است خاموش کنم. زمان ما
به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. ضمن اینکه در ادامه با هم خواهیم دید ویدیوهای ارسالی از طرف شما خوبان رو تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی در پادکست مورخ. سالم باشید و در صلح. شما رو به تاریخ میسپارم و به شرط بقا میبینمتون. در خدمت دستم در کنون پادکست مورخ و همچنین سینما مورخ. بسیار بسیار غنی و لذت بخش هست پادکست شما و خواستم اینجا را ازتون تشکر کنم. و ما در کجا هستیم؟ به قول احمد آقای هاشمی عرض میکنم خدمت. این صحنه زیبا در کشور سوئیس رو تقدیم میکنم به شما همه عزیزان پادکست مورخ. هم درست و شادمان و مورخ. کسانی که فکر میکردند میشود این معادله تاریخی نوع انسان رو به هم زد خیلی خیلی محدود بود. این ایالت یعنی وایومینگ تبدیل شد به اولین جا در دنیا که حاضر به پذیرش حق رأی زنان شد. اون زمان تعداد محدودی از زنان در سراسر دنیا بودند.